سلام دوستان، با یک ویدئوی دیگه از کانال سفرنامه نرگس با شما همراه میشم. تو این ویدئو میخوایم بریم یک اتوبوس سواری حسابی توی شهر باتومی. مسیر جالبی هم هست به نظر من، چون از یه جایی نزدیک ساحل که در واقع قبل از منطقه بنزه میشه، اینجا یه منطقه هست به اسم بنزه که شما از سمت تفلیس به سمت باتومی میایین، میرسید اول به اون بنزه و بعد این بخش که در واقع ساحل میشه گفت گوشه هست توی باتومی، از اینجا در واقع سوار اتوبوس میشیم میریم تا مناطق مرکزی اون بازار شلوغ بلوغ شهر باتومی، که مسیر جالبیه که امیدوارم همراه بشید با این ویدیو و از ویدیو خوشتون بیاد. اگر ویدیو رو تا آخر نگاه کردید و خوشتون اومد لطفاً لایک کنید، کامنت بذارید، دوست دارم نظرت شما رو بدونم. عضو این کانال میشید، دکمه سابسکرایب همین الان بزنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی این کانال خبردار بشید. به هر حال با من همراه بشید تا آخر ویدیو. Heartbreak as my heart shakes like the waves in a baseline. Good girl goes too soon, stray by the light of the moon. When it gets better, bad thoughts will change like the weather. Feel like a song you can't remember. See you in December snow. So know you'll be coming home soon after you'll be gone. You know where you go. Always on my mind. I could be alone, but you're never far from sight. As far as we go through the darkest night, I hope it brings you peace of mind. I know we'll be alright, no matter where you go. Always on my mind. I could be alone, but you're never far from sight. As far as we go. Darkest night, I hope it brings you peace of mind. I know we'll be alright. اگر بخوام قیمت اتوبوس‌های شهر باتومی رو بهتون بگم، قیمت اتوبوس ها 0.7 لاری، یعنی زیر 1 لاری هستش و در مقایسه با اتوبوس‌های شهر تفلیس به هر حال ارزان‌تره، چون اتوبوس‌های شهر تفلیس قیمت هر بار که اتوبوس سوار میشد 1 لاری بود، ولی خب چون اینجا شهرستانه قیمت اتوبوس ارزان‌تره و برخلاف تفلیس که میشد همونجا بلیط بخرید و بلیط یک بار سفر بخرید توی اتوبوس، اینجا متاسفانه اینجوری نبود و یه جورایی سبک اروپایی کار کرده بودن. باید حتما کارت میداشتی سوار اتوبوس که میشدی و کارت میکشیدی و بین راه میومدن چک میکردن مسافرا رو. حالا من این اتوبوسی که سوار شدم نیومدن چک کنم، ولی اکثر اتوبوس ها معمولا میومدن چک میکردن و اگر کسی کارت نکشیده بود و به قولی پول بلیط اتوبوسش رو پرداخت نکرده بود، جریمه میشد، چیز شبیه به کشور اروپایی. من تو اروپا دیده بودم، مخصوصا توی آلمان و اتریش، تا اونجا که من دیدم خیلی سختگیری بود و خیلی میومدن کنترل میکنن، ولی مثلا لهستان اینا خیلی کمتر بود. اینجا هم سبک اروپایی کار میکنن، خلاصه باتومی شبیه اروپا شده، ولی تفلیس نه. تفلیس بهتر بود. مثلا یه موقعی آدم خب توریست سوار میشه نمیدونه باید چیکار کنه اینا، یکم سخت بود اینجوری سوار اتوبوس شدن، ولی خب سختگیری بود دیگه و باید حتما کارت اتوبوس میداشتی و کارتت هم به موقع شارژ میکردی.
خب دوستان، اتوبوس سواری داشتیم تو شهر باتومی. امیدوارم که جایی که دیدید خوشتون اومده باشه، از اتوبوس سواری لذت برده باشید و اتوبوس شهر باتومی هم به حال دیدین. از اینکه تا اینجا با این ویدیو همراه شدید ممنون میشم که لایک کنید، کامنت بذارید، دوستم نظرت شما رو بدونم. اگر از این کانال هستید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون زنگوله کنارم بزنید تا از ویدیو بعدی خبردار بشید و خلاصه تا جایی که میتونید از این کانال بیشتر حمایت کنید تا من انرژی بیشتری بگیرم و ویدیو بهتری براتون تولید کنم. البته لطفاً ویدیو این کانال رو بیشتر به دوستاتون معرفی کنید، به اشتراک بذارید ویدیوها رو. باز هم ممنون از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار همتون.